بچه سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با هم دیگه این کامیون مسافرتی یا همون آروی رو بررسی کنیم. حالا آروی چی هست؟ ماشینیه که همه امکانات یه خونه رو داره و شما میتونید باهاش یه مسافرت خیلی عالی رو داشته باشین. حالا امکاناتی که داره از همه دستشوی گرفته تا اتاق و نمیدونم آشپزخونه و هر چیزی که فکرشو بکنیم. بریم با هم بررسیش کنیم. خب اول از همه از خود این ماشین بگم. این ماشین مرسدس بنز آکتروس هست که یه موتور 12.8 لیتری داره که 530 عصب بخارم قدرت بهمون میده. یکی از تکنولوژی هایی که مرسدس بنز به کار برده آینه بغل ها هست که آینه بغل ها همونطور که میبینید آینه ای نیستن و دوربینن که داخل هم به صورت مانیتور کنترل میشن. این قسمتی هم که میبینید یکی از اسلاید ها هست که 50 سانتی متر باز میشه. اون طرف ماشین هم یکی دیگه هست که با استفاده از این دوتا فضای داخل کابین تقریبا دو برابر میشه. موقعی که مثلا کمپ میزنید یا جایی میخواید بایستید این اسلاید ها رو باز میکنید. این هم یه قسمت برای گذاشتن وسایلتون. اینجا هم سیستم پمپ هیدرولیک و ایرکاندیشن و سیستم تهویه است. این پله هم که میبینید برای بالا رفتن از ماشینه و با دکمه هم باز و بست میشه. این کامیون 4 تا سولار پنل یا همون سیستم خورشیدی داره که هر کدومشون 320 وات برق بهمون میده و البته 4 تا باتری لیتیومی هم داریم که در کل 800 AMP لیتیوم بهمون میده که همه نیازهای برقی این ماشین رو میتونیم با استفاده از این دوتا تأمین کنیم بدون اینکه نیاز به روشن کردن جنراتور دیزلی داشته باشیم که فقط مواقعی که خودش تشخیص بده جنراتور دیزلی رو روشن میکنه که اونم به صورت اتوماتیک هست و بیشتر با استفاده از همین دوتا کل سیستمای الکتریکی رو میتونیم روشن کنیم. نکته جالبی که هست این که چرخهای عقب وقتی شما فرمون رو بچرخونید اونا هم میچرخن که باعث میشه خیلی راحت‌تر بتونید بپیچید و در این بالا هم یه سایبون داریم که بدون نیاز به هیچ پایه‌ای قرار میگیره، خیلی میله‌هاش محکمه و سیستم‌های نورپردازی هم خودش داره و این هم بدونید که وقتی سرعت باد به 39 کیلومتر بر ساعت برسه خودش به صورت اتوماتیک جمع میشه و طولش هم 6 متر در 3.5 متره که واقعا یه سایبون خیلی بزرگیه. و اما برسیم به این قسمت. خیلی از آروی ها یا همون ماشین های مسافرتی این قسمت رو ندارن و با استفاده از یه یدک کش به اصطلاح ماشین خودشون رو وصل میکنن به حالا اتوبوس مسافرتشون یا همون کامیون مسافرتشون رو میبرنش هر جایی که دوست داشتن. ولی خب یکی از مزیت هایی که این ماشین داره اینه که میتونید ماشینتون رو داخل خود اون کامیون مسافرتی پارک کنید و نیازی هم ندارین که ماشینتون رو یدک بکشین و واقعا یه مزیت خیلی خوبی حساب میشه برای این ماشین. مثلا شما وقتی با این کامیون مسافرتی از یه شهر به یه شهر دیگه میرین، خب این کامیون مسافرتی بیشتر داخل شهر نمیتونه بره و فروشگاه میخواین برین، خرید میخواین بکنین، نمیدونم هر جای دیگه که بخواین برین با این ماشین میتونین برین. اینجا هم یه قسمتیه برای سیستم گرمایش و سرمایش و کنترل گاز و یه سری سیستم های دیگه. اینجا هم باز یه قسمت دیگه برای گذاشتن وسایلتون هست و اینی هم که میبینید همون جنراتور دیزلی است که با استفاده از خود باک ماشین کار میکنه. خب بریم داخل ماشین رو ببینیم. Now the interior of this motorhome is stunning. Behind me, we have this 50-inch TV nicely recessed into this wood-clad wall, and even the ceilings are covered with this exquisite material, mood lighting throughout, and they also have their nice air distribution throughout the space. Now, I want to cover this section here. This is your living room seating area. You have a built-in seating here with mood lighting underneath, and this is your first slide-out, Mikey. You even have some upper cabinets here, of course your built-in speakers. It's just a cozy area for you to sit down and watch your TV since it's on a perfect angle.
Now, in front of the seating area, we also have this table that's currently positioned as a coffee table. They have built-in blackout shades also as well. And Mikey, all the glass in this motorhome is heated. یه قسمتی هم که میبینید علاوه بر صندلی راننده و شاگرد دو تا صندلی دیگه هم گذاشتن که در کل 4 نفر میتونن در حین رانندگی از منظره جاده لذت ببرن. این بالا هم که اگه این دو تا صندلی رو بخوابونید یه تخت خواب گذاشتن که علاوه بر اتاق خواب که بعد نشینتون میدم اینجا هم هست. And reading lights, another skylight detail there, plugs, kind of everything you need, another cozy spot. Yeah, it's really nice. And just like that, you tuck it up. خب اینم بگم که 4 تا صندلی هم گرمکن دارن، هم سردکن و هم ماساژور. اینم این دوتا مانیتوری هم که میبینی در کنار، این برای همون آینه بغلی که گفتم دوربینیه. I'm currently sitting in the driver's seat and my dashboard here with 2 built-in screens. اینم بگم که صندلی ها ایر ساسپنشن یا همون بادی هن، یعنی قشنگ یه حس خیلی خوبی به آدم میده. من داییم یه مرسدس بنز آکسور داره، دو سواری سوارش شدم، قشنگ صندلی ها وقتی میره اصلا رو دست انداز یه جوری بالا پایین میشه، اصلا یه حس خیلی خوبی به آدم میده. من خاطر همین عاشق مسافرت با کامیون و مخصوصا این آروی هستم. Also on hydraulics, so air suspension, yeah, so it feels like you're floating on these. I mean, it's amazing. I'm sure it's super fun to drive this thing around, and visibility is great. I don't know, it's like I'm so a bit اینم که خب آشپزخونه است. این پایین دستگاه ظرفشویی رو داریم و خوش کننده. اینجا هم که سینک هست. And there you go, you have your modern sink there with a pop-up faucet. There you go, nice and sleek. And let's put this cover back on. And then is right here, this panel door. اینم که یخچال و پایینم فریزر. We have the freezer. And that wraps our tour for the kitchen. We're back at the entry now. This is your main این قسمتی که می‌بینید جاییه که شما می‌تونید همه چیز رو کنترل کنید، از سیستم گرمایش و سرمایش، نمی‌دونم گاز، مقدار آبی که دارید، هر سیستم دیگه‌ای رو می‌تونید اینجا کنترل کنید. You can control anything from here. Now following this hallway we have a coat closet here and اینجا هم که دستشوی و حمام هست. Now like the rest of the motorhome, this bathroom here has some of those yacht finishes with the curved walls, LED lit mirror, chrome details here with your faucet, nice bowl sink, mood lighting here, the amount of details, and of course right behind me we have the vent on right now is your walk-in shower with a massive rain head above. Even your shower head is actually a good size. Yeah, and it's not small in there either. Go inside. Check it out. You have chrome fixtures here. I mean, it's a good size. And on the back, you actually have shampoo and edge here with LED lighting. Yeah. I mean, they thought about it. Everything. And last part, Mikey. اینجا هم که یه قسمت داره آویزون کردن لباس ها و پایینش هم که ماشین لباسشویی و خوش کننده است. Now, at the end of this hallway, اینجا هم که در اتاق mirrored pocketing. Mikey, come on inside. Now, this space is just as cozy as the rest of the motorhome. I love the mood lighting that they have throughout around the bed setup. You have 2 massive windows on each side bringing natural light. Again, they're heated. And in fact, the one right in the center is actually deep that goes down a little bit so you can hang your dresses, pants, clothes, all that good stuff. Wall sconces on each side. We have the nightstand. خب بچه ها امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. من که خیلی عاشق این ماشینم، خیلی دوست دارم حتما یه مسافرت با این ماشین برم. نظراتون رو حتما برامون کامنت کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. سابسکرایب هم یادتون نره.